پرستوهای صیغه‌ای برای انتخابات جمهوری اسلامی. در خبری در العربیه نوشته که استخدام سیاهی لشکر برای گرم کردن ستاد انتخابات. رضا رشیدپور مجری تلویزیون شبکه اول روز دوشنبه 17 فوریه 2020 در یک تیوب از استخدام سیاهی لشکر برای بازی و گرم کردن ستادهای انتخاباتی توسط نماینده ها خبر داد. رشیدپور در حساب شخصیش در تویتر نوشت اتفاقی با یکی از هماهنگ کنندگان سیاهی لشکر برای فیلم های سینمایی و تلویزیونی صحبت میکردم که میگفت سرمون شلوغه، برای تبلیغات کاندیدها سیاهی لشکر میفرستیم که رای بدهند. گفتنی است که بعد از نظرسنجی شبکه خبر صدا و سیما در روز چهارشنبه 5 فوریه در کانال تلگرام خود منتشر کرد و در آن بیش از 80% شرکت کنندگان به عدم رای گیری در انتخابات آینده مجلس رای دادند. برخی از نماینده ها برای شلوغ کردن ستادهای خودشون از کارها و روش های نامتعارف استفاده کردند. روش های نامتعارف یعنی عقوبازی و دروغ، شناسنامه خریدن از افرادی که مردند، حتی از افراد معتادی که حاضرند پول بگیرند رای بدند و در کل بسیار بسیار به دست و پا افتادند، چون فهمیدند که مردم دیگر به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی فکر میکنه، نه به رای دادن و انتخاب کردن. برای همین هم هست که با روش های ضد انسانی سعی می کنند برای خودشون مشروعیت بخرند، که این هم شدنی نیست و باید به فکر بعد از فروپاشی باشیم، که از الان به فکر باشیم که تا گول نخوریم و انسان های شریف و کاردان و طرفدار مردم بر سر کار بیایند.